پس از تصمیم امریکا برای بیرون کشیدن نیروهایش از افغانستان تا حدود پنج ماه دیگر در برای درباره چگونگی آینده ای کشور جدی تر شدند رئیس جمهور غنی میگوید که با اعلام این تصمیم اکنون انتخاب با طالبان است که برای پایان جنگ راه سیاسی و یا هم نظامی را در پیش گیرند ما به گفتگو متحد هستیم توپ اکنون در میدان طالبان است ما برای استانبول کاملا آماده هستیم در این باره اجماع ملی و حکومتی وجود دارد رئیس جمهور غنی میگوید که اگر جنگ دوام و شدت پیدا کند افزون بر نیروهای دولتی افغانستان مردم نیز جنگ افزار دارند و آماده دفاع از کشور هستند سلام پس تصمیم ایالات متحده آمریکا برای بیرون کشیدن نیروهایش از افغانستان تا پنج ماه دیگر بحث ها درباره چگونگی آینده کشور بیشتر و جدی تر شدند چنانکه رئیس جمهور غنی میگوید که با اعلام این تصمیم آمریکا اکنون انتخاب با طالبان است که برای پایان جنگ راه نظامی و یا هم سیاسی را در پیش گیرند رئیس جمهور غنی می افزاید که اگر جنگ شدت پیدا کند افزون بر نیروهای دولتی کشور مردم نیز جنگ افزار دارند و آماده دفاع از کشورشان هستند بینده های گرامی برای بحث درباره این که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا پنج ماه دیگر آن هم بدون هیچ گونه قید و شرط چه اثر بر نیروهای دولتی افغانستان و وضع کشور خواهد داشت آقایان روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان و جنرال عتیق الله حمرخیل نظامی پیشین در استادیوم حضور دارن مهمانان گرامی بسیار خوش آمدین جنرال صاحب با شما آغاز میکنم رئیس جمهور غنی تازه در یک نشست از راه دور به نام که از طرف نهاد جهانی گنجوی راه اندازی شده بود گفته که پس از تصمیم امریکا برای بیرون کشیدن نیروهایش از افغانستان طالبا هستن که انتخاب بکنن که جنگ را با جنگ پایان میخوان بتن و یا هم با صلح شما چی فکر میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام با شما و احمد سیب همکاران تکنیکی شما و بینین بسیار عزیزی تلویزیونی شما میرسان و روزی خوبم برای همشان میخواهیم هر کشوری که در یک مملکت قوای خدا داشته باشه خام خا وقتی میرسه که او را بکشه یا به اهداف خدا به دست آورده میبرن یا مجبور میشن که برای ولی مالک اصلی از وطن مردم خودشان است بله تصمیم به مردم خودشان است جناب رئیس جمهور خوب گفته طالبا از وطن است از امی خاک است از جای دیگه نامدن اگر اینا میخوین که به جنگ ادامه بتن مردم چی فکر میکنه آیا ای افغانستان بیران میشه یا نمیشه؟ آیا مردم کشته میشه یا نمیشه؟ بله آیا امی نظامی که به وجود آمده امی نظام که نظام مردمی هست و ما او را نظام جمهوری میخوانیم ما دموکراسی رو دیموکراسی میخوانیم نه؟ این نظام از خود یک تشکیل داره از خود به خاطر خدمت به مردم یک چیزی داره امیر چی میخوان؟ خب گیرم که فرض کنم دولت افغانستان خوبی سیار واضح است میگه که قوای امریکایی صبح میبره امروز برای کار ما نخواسته میشه که ما نگفتیم که بیاین و نه برش میگیم که برو میرن به خدا برن ولی وطن از ماست خاک از ماست خود ما دل, دل ما بیرانش میکنیم دل ما جورش میکنیم درست چی خواد کردیم جنگ بکنیم یا سال یقینا از گپایشان خان که چونین معلوم میشه وقتی که امریکا اعلان کرد که ما از شروع مایی مایی الى سپتامبر سبتمبر های خود از افغانستان میگشیم اونا گفتند که ما در هیچ مذاکرات اشتراک نمیکنیم به معنی از اینکه جنگ میکنیم واضحی وقتی که اشتراک نمیکنید در مذاکرات صلح معنی از اینکه جنگ میکنی. درست در صورت ادامه جنگ در کشور و نبود نیروهای خارجی در افغانستان نیروهای دولتی افغانستان متاثر میشن توکل با خدا بشک نیروهای دولتی افغانستان مکه که یک جنرال هستم و اردو قوی دیدیم نه بله از نقطه نظر تعلیم و تربیه بهترین سرباز است و بسیار خوب می جنگه بله و تقریبا 90 فیصد جنگارم پیش می آمریکا کمک هوایی میکنه ولی بیشتر از 90 ولی طالب به تمام قدرت و توانش که زده زده تا ولی مرکز کدام ولایت نه خب سبن ولایت را گرفته قریه گرفته دیگه گرفته ولی مرکزی ولایت اگر هم اشغال کده ولی نگاه کده نتانسته ای بسیار واضح است ای را هر کس باید بفهمه جنگ میکنه مگر جنگ نتیجه نداره جنگ کامیابی نداره اما مې ګم مې اندې طرف سر اگر ما خپله مو از قوتای خود دفاع وکنه هي سیاسي سبب ما را خپله میګم اگر نه دفاع وکنه د ګردې نمیري اسد جمهوریت جم شو به ترین دفاع کولای مه تنه او اگر انه خپله شان مي قوتاره ټک ټک وکنه از داخل د دا اوسه طالب کامیاب شه مثال شوم دي ما دیدیم مو بس سر مثال شدیلی درست. ما کماندان هوایی از این مملکت بودم یک 580 تایره داشتم هیچ قدرتی نبود ولی از داخل تو پاشان شد هر کس به قوم خود و خیش خود و تایره داره خود قوتهای خود تسلیم کرد که شد از بین رفت سلا به دست مردم رفت چیز بسیار باسخانیه جایی نبود کابل گری. بسیار. ولی باز یک چیز برای اضافه میکنم. بفرم. هر کسی که میخواد بازور کابل بیگیره ممکن بیگیره نگاه کدن همیدن. شرایط افغانستان امتری امروز آمده که در افغانستان امروز صد فیصد افغانستان اگر نی نواد فیصد افغانستان مسلح است. و یک تعداد دیگری است که حال تاوی پاشایی داره. درست. خوکتی ازیا باشی تو میشه. بسیار خوب برمیگردم با شما آقای امرخیل احمد زای سیب دوباره شما را خوش آمدید میگم در صورت ادامه جنگ که یک گزینه است اما احتمال صلح بیشتر است نبود نیروهای خارجی متاثر می سازند نیروهای دولتی افغانستان را. بسم الله الرحمن الرحیم بسیار تشکر سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب جنرال صاحب معظم و همه های عزیز خب قسمه که در خبر شنیدیم و جلالت ما رئیس جمهور هم صدای که داشت بالای گروه طالبا و وضعیت فعلی وضعیت است که دقیقا همه چیز ربط داره به تصمیم طالب اما از اراده طالب معلوم میشه که اونا به خاطر کاهش خشونت و از بین بردن جنگ هیچ اراده ای ندارن اونا. بعد از اول می اگر طالب تصمیم میگیره که به جنگ ادامه بده طبیعی است که اینجا ابعاد داخلی و بیرونی تصمیم می داشته باشه چگونه ابعاد داخلی و خارجی امکان داره تصمیم را که جو بایدن رئیس جمهور امریکا گرفته ده و تغییر بیه حدس شخصی ما و پیش بینی که شخصا ما خودم با خود دارم امی است که در او تصمیم تغییرات خواهد آمد درست. و این رب داره به تصمیم طالب طالب اول چی میخواه؟ اگر میخواه که جنگ را ادامه بدهم تصمیم اونا هست. اگر می که صلح هم بیاین صدایی که از طرف حکومت بود برشان داده شد که ما صلح میخوایم. این حال توب به میدان شما است به چی بله. معنی؟ که صلح میخواین یا می این جنگ ادامه می درست. اگر, اگر منظورتان امریکایی ها است نیروهای خارجی است اونا خود تاریخ تعیین کردن بله. پس بگذارین که تاریخ دقیق به وقت خود برسه و اونا رو بگذارین که برن او؟ و اگر اینا باز هم جنگ را ادامه میتن طبیعی است اینجا مبارزه مبارزه جهانی است مبارزه علیه تروریسم جهانی است تنها حکومت افغانستان این مسئولیت را نداره بیرونیا و کشورهای دیگه که خود را تهدید بر خود فکر میکنن اونا به خاطر حفاظت جان و مال خود کشور خود و مردم خود در اینجا در مقابل تروریسم باز مجبور هستن به جنگ. درست امریکایا گفتن که ده سال پیش رهبر القاعده را کشتیم لانه هایش را در پاکستان نابود ساختیم دیگر کار ما تمام است طالبان و حکومت افغانستان میدانند و ادامه کارشون ما با ادامه جنگ اگر طالبان بخوان که جنگ بکنن مهم. با چالش سختتر روبرو هستیم ما فکر نمی کنم به دلیل از ای که نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اول خوب ما دمی طول 20 سال استفاده ای که از حضور خارجی ها و همکاران استراتژیک ما در افغانستان بودن و واقعا همکاری های خیلی نزدیک با نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان داشتن و حالا هم دارن و این تعهد هم سپردن ما ممنون هستیم در کنار نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اگر یک مقایسه داشته باشین با ده سال 15 سال پیش که جناب جنرال صاحب اینجا هستن قابل مقایسه نیستن چرا ما در ده سال پیش انتخابات ریاست جمهوری که پروسه کلان دموکراتی و سراسری در کشور است نمی توانستیم تامین امنیت کنیم ام. نیروهای خارجی در کنار ما بودن و در کنار اونا ما او تامین امنیت میکردیم ولی باز هم در بعض جاها شما شاید بودین که حوادث و رویدادهای رخ داد اما انتخابات اخیر ریاست جمهوری را شما شاید بودین که در سراسر افغانستان نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان مستقلانه تامین امنیت کردند و یک پروسه کلان دموکراتیک از که همه مردم میاین در او اشتراک میورزن صدای یک فیرمرمی مرمی را در سراسر سر کشور شما نشینید ما یگانه چیزی که بر مردم افغانستان مهم است و یه است توانایی و مهارت های نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان و چه اندازه است امروز نزدیک به 100 درصد نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان مستقلانه خودشان عملیات را در مقابل ترورست ها انجام میتن و اینا خودشان مستقلانه در مقابل تروریسم جهانی مبارزه میکنن بسیار کوتاه آقای ما سبب با خود ما کرده نیروها کم بوده دارن خب در بعض جا طبیعی است که نظر به ای که 20 گروه تروریستی عملا در یک کشور و جغرافیا فعالیت دارن و علی نظام و ای مردم می جنگن استخبارات منطقه عملا شما میبینین که اونها مداخلات خود می داشته باشه و از گروه مختلف اونا حمایت میکنن صرف. ما کمبودات خود داریم ولی نظر به که فعلا ما به کدام طرف روان هستیم کاملا مطمئن باشن مردم ما با طرف خوب روان هستیم آقای امرخیل با خودم محاسبه کردیم نیروهای ما کمبودی و خلا دارن بلکل اصلاً اگر از ما پرسان میکنین به سی اکی کس اک استراتیژی را خاند ما یک اردوه مدرن نداره در تمام جهان اردو مدرن به نام سنوع اردو سنوف مختلفه یاد میکنه کسوفی چې د بارد سپوای هوایی مدافعیويست سنوفی ټانک است سنوفی توپچی است انجینریه است مخابره هست لوجستیک هست و راکت هست متاسفانه که امریکا یک خیانت بزرگ را به ما کده او خیانت بوده که کوشش کده که اردوی ما را یک گردوی ضعیف و در پالوی از او از نقطه نظر اکمالاتی محتاج خود بسازه و اردوی ما نتانه که با پاکستان مقابله بکنه ما مسئله روحی و افغانیت جدا میگذاریم او مسئله جدا است که ما افغان هستیم روحی جنگجویی را داریم از وطن خود دفاع میکنیم بر صورت مگر دفاع هم به تنهایی نمیشه یعنی مقصد به است که اردو متشکل از قوای بشری و تخنیک ماربوی بله ما تخنیک ماربوی بسیار ضعیف داره ته تخنیک وی که برای دفاع از یک کشور لازم است ما این جنگ چریکی را در نظر نمی گیریم این ختم میشه امروز باشه سبا میشه ولی ما نتانستیم در 20 سال امو تو یک گردوی به پای خود استاد باشه که دارای اکمالات خود باشه دارای زخایر باشه دارای همه چیزی که ما ضرورت داریم ما بوره نداریم نقص کلان ما هم همین است درست مثلا در سابق ما برای ده سال ستوک داشتیم از محروقات از مرمی از پرزجات از همه چیز ولی قراره که ما خبر دارم ما نداریم ایتی چیزها رو در قطع قطعات خود ممکن برای یک سالم نداشته باشه یک مسئله است مسئله دو میتور که متاسفانه متاسفانه بدبختی ما در یک جای دیگه هست و اینکه که ما یک کشور تقسیم شده داریم یک اداره تقسیم شده داریم پنجا پنجا فیصد است کی متاسفانه در اردو ما هم است اردو سیاسی <سؤال> <سؤال> شده بله اگر وزیر دفاع از یکی است لوید از دیگه معاون از دیگه است معاون در لوید از دیگه است در کماندان های هم ببینید به شکل است که خود به خود بالای روحیه تاثیر میکنه متاسفانه <سؤال> و ایره ما فکر نکردیم که اردو همیشه در دنیا یک پارچه است. بله همیشه یک پارچه است. در راش سر کماندان علاس سو قیداریش به دست وزیر دفاع نظر به اهلیت نظر به کار نظر به تجربه و نظر به تحصیل وزیر دفاع و معاون نیدش و دیگرش انتخاب میشه نه از نقطه نظر قومی نه از نقطه نظر الاسلامی ما چیزهای زیاد یاد رو میشنه ما یعنی فرصت داریم تجدید نظر بکنیم خب بله چرا نه؟ اگر ما بخوایم تجدید نظر کنیم ما تجدید نظر کرده میتونیم اگر متاسفانه اینطور تو رس. رئیس جمهوری مبلا سر کماندان است بله کابینه بدست است ما چیزی مرکزی داریم اگر یک وزیر پاس میکنه یک غریب میخیزه شورا میگه که ما به رزور رای دادیم تو چه کاره هستی؟ تو وزیفی تو چیست؟ وظیفه تو هم یک رای دادن از وظیفه تو خواهی داری نیست تو با کدام سلاحیت میگی که چرا وزیری داخله پس شده یا چرا وزیری فلانی پس شده اما اصول وجود دارد گفتم نه تو وظیفه تو قانونگذاری هست وظیفه اداری و مسئولیت اداری را هم به دوش رئیس جمهور است. درست این بس اداری... بسیار داره آقای مثالش هم میگم که امی تو در مسئله اردو ما هم میترست ما یک کسی که گفای چیزش شنیدم نمیخوایم تکرار بکنم صح. تکرار میکنم که در تمام مملکت ها کار به اهلش سپرده میشه نه به قومش نه به زبانش نه به سمتش درست. از اون خاطر است که مشکل ما در امیست حراس ما در امیست که صبح ببینی اوی مردمی که امروز صدا میکنه وقت به طالب ارتباط پیدا میکنه مم. تجربه هم نشان داده بازو که به طالب ارتباط پیدا کد بازو تاثیرات خود بالای می اردو میداده بالای اشخاص و افراد خود میاندازه اینی سبب است از این نه و جنگ نترسی درست تشکر بسیار آقای احمدزای یاداشت کردین آقای مرخیل موارد مهم و نگران کننده را بیان کرد ارتش و وابسته از لحاظ تجهیزاتی و اکمالاتی انبارهای ما خالی است در این بار اطلاعات شما چیست سوم تقسیم ارتش و سیاسی شدن ارتش از همه قابل نگرانی دانسته میشه خب تشکر نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان ما پیشتر هم گفتم که حکومت افغانستان نسبت به ای که اگر ما یک مقایسه داشته باشیم و سال سالهای گذشته خیلی توانایی پیدا کرده و اگر ما میریم به طرف ای که خود ما مستقلانه در مقابل تروریسم می جنگیم کمک های بیرونی اگر صورت میگیره ما ممنونشان هستیم و اونا تاکیدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و همکاران استراتژیک و بین المللی ما عملا گفتن که این تعهد دادن که همکاریشان با نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان عملا ادامه پیدا میکنن و با او تعهد خود استوار هستند ما تلاش میکنیم که بریم به طرف خود کفایی دهی بخش طبیعی است که طالب باز هم امو بخش از مشکلات است که متاسفانه به کشورمو خارک می باشه به با مو شکل شده آله این خار باید از بین برد اگر خوب میشه که اینا رای صلح را اختیار میکنن خب خیلی خوب این به نفع طالب هم است به نفع کشور هم است به نفع حکومت هم است به نفع پیشرفت و خودکفایی هم است و اگر اینا رای جنگ را انتخاب میکنن جزی که انبار دگه تبایی طالب را در پیش بگیریم و او از بین برده شود دگه رای نیست به خاطر که اونا تبایی این کشور و این مردم را عملا هر روز ما می بالای طفل ما بالای مصفید ما بالای بزرگ قوم ما بالای دکتر معلم انجینیر هیچ کس نیست که از سینا در امان باشن پس به این اساس نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اطمینان را که پیشتر جناب جنرال صاحب گفتن این خاک از ما بود از ما از بر ما میمانه مسئولیت تامین امنیت را این نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان دارن که از سال 2001 تا به فعلا نه ما در اونجا یک فیصدی کلان را نیروهای خارجی داشتن و 100 چل الا نیروی خارجی در کنار نیروی افغان بودن امروز ما خود ما مستقلانه ای توان را پیدا کردیم شا. که به راحتی نمیشه شا. طبیعی است اما, اما منابع از کجا کنیم آقای احمد مامور برتان گفتم که در کناری که آیسته آیسته حکومت افغانستان میره به طرف خودکفایی امکاران استراتژیک ما به تعهدات خود پایدار هستن و همکاری های اونا را در بخش عملا اونا تعهد خود باز هم تجدید کردن درست اگر, اگر به شک معدود از همکاری ها آها. تا پایان و انتها نیست سیستم که اردوی افغانستان داره مهم. مناسب حال است یعنی ما میتونیم با تجهیزات که امریکایی هستن و تکنیک امریکایی را که بر نیروهای ارتش و در کل نیروهای نظامی انتخاب کردیم تامین بکنیم از امریکا اینجا خود را تجهیز بکنیم بسیار گران تمام نخواهد شد خب تا حد که بر حکومت افغانستان و بر اردوی یک کشور ما شما فعلا بسط منطقه اگر بگوییم یک اردوی خیلی خوب درست است در بخش تجهیزات وسایل پیشتر جنرال سیبام گفتن مشکلات خود کمبوتات خود داشته می باشیم درست. اما در بحث دیگه که جناب جنرال صاحب گفتن تعدد اقوام طبیعی است که ما شما اینجا اقوام مختلف در افغانستان عملا وجود داره و زیبایی افغانستان هم در این تعدد اقوام و زبانایشان است اما نباید سیاسی شود نهات های و هیچ صورت سیاسی نشده با چی لازمه میگم اگر وزیر دفاع یکی از کدرای پشتون فعلا که ما داریم عملا خود در کنارش لویدرستیز قوای مسلح یکی از کدرای قوم محترم تاجک است خب طبیعی است که اینجا از این جامعه از چندین قوم تشکیل شده خوب است که کدرا و کسایی که واقعا مسلکی هستن اون رو بیاریم کسایی که شایسته هستن خب هر قوم جنرال نگرانی داره بس از درون پاشیدن اجازه, نظام اجازه بده. هر قوم جایگاه خود حداقل داشته باشن ولی کسایی نیستن که اونا مسلکی نیستن اونا دست نشانده هستن او قسم افراد اشخاص و مهره ها رو ما شما نداریم کسایی که در اردوی افغانستان هستند و اردوی افغانستان سوق اداره میکنن کنند اونا واقعا افراد اشخاص هستند که مسلکی هستند و عملا بر جامعه و افراد نشان دادن خب، اگر قرار باشه در بخش تجدید نظر بکنین اولویت کدام بخش میدونین؟ در کدام بخش در مجموعه ارتش خب ما در بخش های مختلف نیاز است تا تجدید نظر و عملا این تنها به تصمیم امریکا نیست ما هر روز در بخش های مختلف بله بله تجدید نظر صورت میگیره دولت حکومت حکومت افغانستان اردوی افغانستان وزارت دفاع ملی افغانستان در جایی که خلا وجود داشته باشد در جایی که ما به سمت خوب نمیریم در اونجا هر روز تجدید نظر صورت میگیره و باز هم اگر در آینده نیاز باشد تجدید نظر صورت بگیرد در بخش های مختلف او صورت میگیره سو. آقای شما چی فکر میکنین در حال حاضر با توجه به وضعیت نیروهای نظامی سرمایه گذاری بیشتر باید در کدام بخش نیروها شود نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در کدام بخش احساس میشه ببینین چیزی رو که ما میگیم او علمی است برای پیروزی در جنگ سه چیز بسیار مهم است mm -hmm. یک تعلیم و تربیه بسیار عالی که دارن ایرو ما اجازه دوم تامینات همه جانبه که ما رو کمالات هم میگیم بسیار بسیار بلندش و رهبری است که در سوق اداره اشخاص مسلکی اشخاص با تجربه اشخاص با دانش اشخاصی کې څوک د نړۍ په قوتاره ميفهما. هیڅ چیز ده په دنیا د ټولو علمي عسكري سبق پیروزی ميدانه. درست. قبول میکونم. ما قبول میکنیم چې مو تعلیمي تربیه خوب دره. صحمنه ميجنګ محمدن. bale. ولی اكمالاته مو ضعیف اس. مہم. ما ته 20 صنه ب میلیارډ ډالرز امریکا په خاطر اكمالات گرفتیم. ولی یک فابریکی بسیار کره که در پولی چرخی بود و مرمی می ساخت اون رو فعال نکرده نکردیم می اجازه نیافت نکرده می خود اجازه نمیداد. درست خبر دارم از امید کلی دفاعش و در بحث رهبری و سوق داره فرصت کم داره اگر ما می داشتیم که ما ضرورت داریم برای از او هر سرباز هر سرباز باید از نقطه نظر اکمالات پر باشه تشکر فرصت و بس آقای مرخیل نظامی پیشین و به زای سب سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از تان در برنامه و همچنان از بیننده های گرامی که تا پایان همراهی ما کرد.